وقت بخیر درباره رزولوشن در ویری برای رویت می‌خوایم با هم دیگه صحبت بکنیم و نکته‌هایی که باید درباره رزولوشن بدونیم و نحوه کار کردن با اون. رزولوشن کلاً یه توضیحی که بدم، اول اینکه خب جاش توی تب ویری و قسمت رزولوشن هستش و کاری که برای ما انجام میده در واقع بحث کیفیت تراکم پیکسل تصویر شماست. حالا یعنی چی؟ یعنی اینکه در واقع وقتی که خروجیتون رو تهیه میکنید چه مقدار بتونید روی تصویرتون زوم بکنید، یا اون کارفرماتون که وقتی میبینه چقدر بتونه حالا توی گوشی یا توی کامپیوتر یا هر دیوایسی که حالا به صورت دیجیتال داره اون رو میبینه چقدر بتونه زوم بکنه تا جزئیات کار شما رو ببینه. رزولوشن در واقع برای این کار طراحی شده. بالا بودن یا پایین بودن رزولوشن هیچ ربطی به رئال شدن رندر شما نداره، یعنی واقعی تر شدن رندر شما گروه بالا بودن رزولوشن یا پایین بودن اون نیستش، فقط کیفیت بصری رندر شما رو افزایش میده. یعنی چی؟ یعنی که شما قدرت زوم بیشتری دارید و تراکم پیکسل ها بیشتر میشه. وقتی تعداد پیکسل ها بیشتر میشه شما میتونید زوم بیشتری داشته باشید، ولی در واقعی یا واقعی نبودن کار هیچ تفاوتی نداره. به عنوان مثال من وقتی که رزولوشن اینجا بزنم یک اوتپوت اینجا دارم که اینجا میتونم تعیین بکنم اوتپوتمو که معمولا روی همین پیکسل میذاریم. ببینید مثلا در واقع حالا قبل از اینکه بخوایم اوتپوت و اندازش رو مشخص بکنیم که 800 در 1000 باشه یا 2000 در 3000 باشه، که حالا بهتون میگم این عددا چی ان، اصلا واحد این عددا چیه، که البته اینجا نمیشه پیکسله ولی بهتون توضیح میدم که دقیقاً چه اتفاقی میفته. قبل از اینا ما یه ریشیو داریم. ریشیو تناسب تصویر شماه، یعنی تناسب رندری که میخواید شما بگیرید هستش. ببینید تناسب 16:9، 1:1، نمیدونم 4:5، 5:4، 4:3، اینا همه تناسب های مختلف کادر شما هست. شما باید اول تشخیص بدید با اون نگاه هنرمندانهی که دارید، با اون دید عکاسی خوبی که دارید، باید تشخیص بدید چه نوع کادری برای چه در واقع زاویهی خوب هست. مثلا من این زاویه رو انتخاب کردم، بگم که چه کادری براش خوبه، کادر پورتریت براش خوبه، قاب لندسکیپ براش خوبه یا قاب واید اسکرین براش خوبه. مثلا قاب واید اسکرین این شکلیه که مثلا من اگه بزنم روی 1000 که روند بشه، یا 1000 1080 میذارم، چرا روند نشد، 1280 مثلا در 720. ببینید این تقریبا ابعاد یک در واقع فیلمی هستش که شما به صورت 720 میبینید و اتفاقی که میفته مثل مانیتور من که الان در واقع کادر در واقع تراکم پیکسل تناسب مانیتور من الان حالت واید اسکرینه. خود مانیتوری که الان من دارم اینجا تدریس میکنم تناسب کادری که داره واید اسکرینه. یعنی چی؟ یعنی نسبت طول به عرض در واقع 16:9 هست، یعنی عرض تعداد پیکسل های بیشتری داره و ارتفاع تعداد پیکسل های کمتری و تناسبشون 16:9 میشه. یعنی چی؟ یعنی من اگر توی طول 1280 پیکسل داشته باشم در ارتفاع 720 پیکسل خواهم داشت. این تناسب همیشه حفظ میشه، حالا چه کم بکنیم چه زیاد بکنیم. چه اینو من بکنم 320 میشه 320 میشه 180، چه من اینو بکنم 1920 در 1080 میشه، که فیلم های 1080 هم معمولا ابعاد تصویرش همین شکلیه شما دارید میبینید، معمولا که نه همیشه. تراکم پیکسل خود این در واقع مانیتوری که من دارم کار میکنم همینه، 1920 در 1080، یعنی در طول 1920 پیکسل داره و در ارتفاع 1080 پیکسل داره، که ما به این اصطلاح میگیم کیفیت فول اچ دی، کیفیت 1080، که تقریبا قدرت زوم خوبی رو داره برای کارفرماتون که توی بحث دیجیتال بخواد توی دیوایسش ببینه، حالا دیوایسش گوشی میخواد باشه یا کامپیوتر یا لپتاپ فرقی نمیکنه. یه تناسب دیگه هستش که من معمولا توی رندرهای نما که حالا این پروژه هم نما هستش معمولا ازش استفاده میکنم، حالت پورتریت هست. تناسب پورتریت 4:5 هست. یعنی چی؟ یعنی عرض میشه 800، ارتفاع میشه 1000، یعنی قاب ایستاده میشه، یعنی طول
کمتر پیکسل داره تا ارتفاع. ارتفاع 1000 پیکسل داره، طول 800 پیکسل داره. پس ما قاب کشیده ای داریم. این میشه داستان، این داستان ریشیو که باید تعیین قاب بکنید. مثلا من پالت پورتریت و میگم 200 در 250 داشته باشیم. ببینیم چه اتفاقی میفته. پس الان در واقع تراکم پیکسل من 200 در 250 هستش که تقریبا رزولوشن پایین محسوب میشه. میخوایم با رزولوشن بالا مقایسه بکنیم ببینیم چه تفاوتی داره با رزولوشن بالا. خب ببینین این الان ضبطه. ببینین این الان داره در واقع رزولوشن 200 در 250، این 100 درصدی که توی فریم بافر میزنن، میگن آقا یعنی رزولوشن همینه. حالا دیگه زوم داری میکنی میشه 200 درصد 300 درصد که تو دیگه تعداد پیکسل‌ها رو هم حتی میتونی ببینی. خب این کیفیت که کیفیت خود مناسبی نیستش. و الان این تعداد پیکسلی که میگفتم همینه. الان ببینید اگر تعداد پیکسل‌ها رو توی طول، کل طول رو بگیریم میشه 200 تا. توی ارتفاع رو بگیریم میشه 250 پیکسل. حالا من میام اینو افزایش میدم. این حالت رئال بودنشو میبینید. الان من رزولوشن رو افزایش بدم، فرقی تو این رئال بودنش اتفاق نمیفته. یعنی نورپردازی متریال همینجوری خوب باقی خواهند، ولی کیفیت خود تراکم پیکسل بیشتر میشه، چیزای بیشتری معلوم میشه، جزئیات بیشتری معلوم میشه. من اینو میذارم روی چند، میذارم مثلا روی 800. 800 در 1000 ببینیم چه اتفاقی میفته. خب ببینید الان ما اینجا در واقع 800 در 1000 داریم. ببینید چیزی که داریم میبینیم اینه که قدرت زوم بیشتر شده، یعنی ما جزئیات بیشتری داریم از صحنه میبینیم. قدرت زومش فعلا تا همینجاست. من یه دونه زوم بکنم میشه 200 درصد که دیگه فایده ای نداره. من دینویزرم روشن بکنم که دینویز بکنه کارو. ببینید الان این فول اسکرین کاره، یعنی نیازی، یعنی نهایت زومش الان همینه. من بیشتر زوم کنم میشه 200 درصد دیگه، خب کیفیت میاد پایین که شما دیگه پیکسل ها رو میبینید. این الان 800 در 1000 فرقی با اون 250 در 200 نداره، صرفا اندازش بزرگتر شده که ما میتونیم قدرت زوم بیشتری داشته باشیم. حالا بیایم یه عدد بالاتر امتحان بکنیم. مثلا من میگم آقا 2000 در 2500 که تقریبا رزولوشن بالایی محسوب میشه. خب ببینید اینم از رزولوشن 2000 در 2500ش. میبینید هیچ فرقی توی رئال بودن کار نمیشه، ولی من تا اینجا میتونم زوم بکنم و توقع داشته باشم کیفیت کارم اصلا کم نشه. در صورتی که ردر قبل و رزولوشن قبل زوم میکردیم پیکسل پیکسل میشد اینجا، و الان ببینید من تا اینجا میتونم زوم بکنم و همه چی خیلی واضح ببینم، ولی در داستان رزولوشن پایین این صادق نیست. مثلا بافت این سنگو اگر قرار باشه کارفرماتون از این فاصله حتما توی این رندر ببینه، باید رزولوشن بالایی بگیره که وقتی زوم میکنه بتونه ببینه. حتی اگه قرار اینو ببینه باید رزولوشن بیشتری بگیره، چون یعنی کل کادر اینه الان، ولی تا اینجا بتونه زوم بکنه تا بافت این رو بتونه ببینه. این میشه داستانش. امیدوارم که به دردتون خورده باشه و موفق باشید.